سلام به دوستان خودم، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که 100 روز از دنیای جنگی که ما گذروندیم رو با هم ببینیم و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما سابسکرایب و لایک و کامنت و اینجور داستانم فراموش نشه. در ضمن حتما تا آخر ویدیو رو ببینید چون به یه نتیجه گیری خیلی جالبی از این ویدیو میرسیم. از زمانی که این SMP شروع شد ما کلن حرکت کردیم به سوی اینکه بریم حالا و یه خونه برای خودمون بسازیم و توی این مسیر با یه فرد جدیدی آشنا شدیم که صاحب کل این زمینایی که میبینید بود و کشوری داشت که تکی بود و هیچ کس داخل این کشور نبود به هیچ عنوان. بعد از اینکه این مرد بهمون کلن وسایلی که نیاز داشتیم و داد، ما گفتیم باید یه انبار برای خودمون بسازیم و این انبار رو مستقیم ساختیم و تو این انبار هر چیزی که نیاز داشتیم و گذاشتیم. قصد ما اون اول این بود که قبایل مختلفی رو تشکیل بدیم و بیایم حالا انبارمون رو بزرگتر کنیم و تجارت کنیم و این داستانا. منتها داستان اینجوری پیش نرفت و داستان خیلی تغییر کرد. بعد از این گفتیم که یه اتاق جلسه نیاز داریم تا هر مشکلی که داریم و توی این SMP برطرف کنیم و بهش بپردازیم و گفتیم که این اتاق رو با هم همه بسازیم و بتونیم اینجا جلسات خودمون رو برگزار کنیم. نیاز به یه سری انچنتا داریم و اومدیم زیر زمین همون جلسات برای خودمون چند تا ویلیجر گرفتیم تا بتونیم انچنتایی که نیاز داریم ازشون کامل بگیریم. دیدیم که یه سری فارما رو نیاز داریم. اول از فارم نیشکر شروع کردیم، بعد بامبو و بعد از اون رسیدیم به فارمی که میخواستیم که همون فارم پوتیتو بود و یه فارم کوچیک پوتیتو و ویتو هر چیزی که نیاز داشتیم و ساختیم و تا اینجا بازم همه چی خوب پیش رفت، تا این که قبیلهی که قبیله حریف ما بود تصمیم گرفت که بهمون خیانت کنه و اتحاد رو بشکنه. بعد از این ما یه سری اتفاقات رو دیدیم و قبل از این که این اتفاقات پیش بیاد، مثل این که قبیله واکینگ دد بود با همون پیمان رو شکسته بود و دیدیم که دیوارمون خراب شده، دیوار اتاق جلساتی که انقدر براشون زحمت کشیده بودیم. یکی از بچه‌ها که اسمش کیلر بود و قطعا میشناسینش یه جایی رو پیدا کرد که انگاری اینجا توسط یکی داغون شده بود که کیلر اونو پیدا کرد و کشت و البته من رفتم سراغش و اونو کشتم. از اینجا بود که جنگ ما با قبیله واکینگ دد شروع شد و قصد اونا نابودی ویلیجرهای ما بود که نتونستن برسن و این کار رو انجام بدن. بعد از اون بچه ها خیلی ترسیده بودن چون هر لحظه ممکن بود دوباره بهشون حمله بشه، ولی ما الان یه زندانی داشتیم که اون سجاد بود و خیلی جای امیدی برامون بود که بتونیم بیشتر ازشون باج بگیریم. اونا خوابیدن و فردا برای آموزشایی که میخواستن توسط خود من یعنی همون پیکیم ببینن آماده بشن. روز بعد شد، همینجوری شروع به تمرین کرده بودن تا بتونن برای جنگی که معلوم نبود کی میخواست شروع بشه آماده بشن، ولی این همه جنگ میکردن و این داستان داشت برای تمرین پیش میومد. منتها بچه ها اصلا خبر نداشتن و حتی خود من خبر نداشتم که قرار یه دفعه یه اتفاق بیفته و جنگ شروع بشه و اون اتفاق افتاد و از قبیله واکینگ دد به ما حمله شد. بچه های ما هم حمله کردن به همون فردی که اومده بود ما رو بکشه و اونم کشتن و ما الان دو تا زندانی داشتیم. فکرش هم نمی کردیم که بتونستیم اونا رو شکست بدیم و توی استریم همه حیرت زده بودن واقعا که چطوری اصلا چی شد که ما تونستیم دو تا زندانی ازشون بگیریم. حالا که واکینگ دد دو نفر شده بود داستان عوض شده بود. ما دو تا زندانی داشتیم و خبرش به همون رسیده بود که قراره با همون معامله کنن، ولی ما دیگه چون که اونا کمتر بودن و میتونستیم نابودشون کنیم قصدشو نداشتیم که بخوایم معامله خیلی حالا درستی انجام بدیم و تصمیم گرفتیم از اونجایی که ما همه فول دایمند بودیم و هیچ ندرایتی نداشتیم و زمانی که ندر آن بود مشغول آزمایشگاه خودمون شده بودیم، تصمیم گرفتیم که بریم و رشوه زیادی بذاریم تا بخوایم آزاد کنیم اونا رو. اسرائیل لیدر قبیله واکینگ دد برای معامله اومد و گفت که میخواد با همون معامله کنه و تمام شرایطی که میگه و برای این دو فردی که ما زندانی گرفته بودیم قبول داره و هیچ مشکلی هم با این موضوع نداشت. ما پیشنهاد 15 ندرایت و یه ست فول ندرایت رو داشتیم، یعنی دادیم براشون که بخوایم اینو بگیریم و در قبالش یه دونه زندانی آزاد میکردیم. اونا پول دوتا زندانی رو به همون دادن و معامله کامل انجام شد و کامل سندش برای اسرائیل داده شد و الان وقت این بود که بریم و معامله رو انجام بدیم. 50 روز از بازی گذشته بود و اگه ما این معامله رو اشتباه انجام میدادیم
تمام زحمتامون به فنا میرفت در واقع، و باید هر جور شده این معامله رو درست انجام میدادیم تا بتونیم هم سود کنیم هم چیزایی که میخواییم رو بگیریم. اونا قبول نمیکردن که و میگفتن تو سربازای اووردی که نباید میووردی برای این جلسه، اما ما هیچ کس رو نیوورده بودیم، ولی بازم قبول کردن که ما یه دونه از افرادمون بره و اون چست رو چک کنه ببینه که واقعا ندرایتا داخلش هست یا نه. اون چست چک شد و ندرایتا برداشته شد. بعد از این که برداشته شد اوکی رو دادیم که زندانیایی که میخوان آزاد بشه، و زندانیا آزاد شدن و رفتن برای اسرائیل. ما خیلی خوشحال بودیم چون که اسرائیل قول داده بود که تمام آیتمایی که میخواد و داده باشه و هیچ ندرایتی دستش نباشه، یعنی عملا رفتن به ندرشون کامل ریست شد و دیگه هیچی نداشتن برای خودشون و فقط با دایمن. بعد از اون SMP یکم آروم شد و ما شروع کردیم به کیک سازیمون رو ساختیم و بعدش اومدیم یه استبل بزرگی برای همه خودمون ساختیم تا بتونیم قشنگ اسبامون رو بذاریم و همیشه آماده کار و این داستانه برای خودمون باشیم. همه چیز خیلی خوب پیش میرفت و همه داشتن کارهای خودشون رو میکردن و یه برد و یه حس غروری توی تمام بچه های SMP رخ داده بود، چرا که ما تونستیم که به اونا غلبه کنیم و دیگه هیچ فردی به نام اسرائیل و واکینگ دد توی کل SMP نبود. واقعا همه خسته شده بودیم از اینکه نکنه شاید دوباره یه جنگی بین همه رخ بده. یه ایده به ذهنم خورد و وسط استریم تصمیم گرفتم این ایده رو عملی کنم. اسرائیل و تمام قبایل رو دعوت کردم به این جلسه و گفتم که حالا وقتشه که کاری رو کنیم، و اون کار چیزی نبود جز این که همه با هم باشیم و فقط یه رئیس جمهور بیاد بهمون حکمرانی کنه و کامل حرفامون رو جدی بگیره. همه از اونجایی که اسرائیل خسته بودن و مافیا و همه خسته بودن قبول کردن این ایده رو و همه اوکی رو دادن تا ما بتونیم کنار هم زندگی کنیم و هیچ مشکلی نداشته باشیم. اما من بچه‌ها فقط اینجوری فکر میکردم که مشکلی نخواهیم داشت، ولی موضوع اینجوری پیش نرفت و همه چیز عوض شد و همه این ایده رو قبول کردن و تصمیم گرفتیم که حالا توی روز 70 یه ریاست جمهوری پرشکوه برگزار کنیم و همه هم اوکی داده بودن و کامل راضی بودن. تصمیم گرفتم که برم وضعیت تمام بچه‌ها رو نگاه کنم و فراخوان داده بودم که بچه‌ها همه باید دیگه درگیر خونه خودتون بشین و خیالتون از همه بابت راحت باشه. با تمام بچه‌ها صحبت کردم و همه بچه‌ها راضی بودن از این که دیگه جنگی نیست و دیگه قبایلی نیست و هر چیزی که پیش بیاد بین خودمون پیش میاد. منم که دیدم بچه‌ها اوکین، گفتم که حالا که من یه سری چیزا رو دارم که بچه‌ها ندارم، وقتشه که برم و با اسرائیل صحبت کنم تا یه کوچولو پارتی بازی کنم و اسرائیل رو توی این انتخابات در بیارم. و اسرائیل همه چی رو بهم اوکی داد و در قبال این که یه سری انچنت‌ها رو ممنوع کنه و فقط من داشته باشم. و جدا از این من بازم انتظار داشتم. خب من الان انچنت‌ها رو اوکی کردم، من از همه قوی ترم. اسرائیل قبول کرد و قرار بود رأس ساعت 5:30 انتخابات برگزار بشه و من یکم کمک کنم که اسرائیل توی این انتخابات برنده بشه. با اینکه مجری بودم میخواستم یکم رأی رو ببرم به سوی خود اسرائیل و این کار هم کردم، ولی بازم اون چیزی که میخواستم نشد. ولی اونجوری که میخواستیم پیش نرفت و بردی به نام امیرعلی از این داستان خبردار شده بود که قراره که همه چیز ممنوع بشه، پس تصمیم گرفت خودش رئیس جمهور بشه و رفت پیش تمام شهروندایی که بودن و میخواست که بهشون اینو بگه و رشوه بده تا رأی ازشون بگیره. و البته تا حدودی هم موفق شد، اما همه چیز زمان برگزاری انتخابات مشخص میشد. روز انتخابات فرا رسید و الان وقت این بود که هر چی که تو چنته داریم و هر چقدر که تونستیم رأی جمع کنیم و به ثمر بنشونیم. من به عنوان مجری این انتخابات بودم و وظیفه داشتم که یک کوچولو به نفع اسرائیل بگیرم. منتها نباید بچه‌ها متوجه این داستان می‌شدن و تمام تلاشمون این بود که برنده ما اسرائیل باشه. و حالا توی روز 80 میریم ببینیم که چه کسی برنده این انتخابات مهم و عجیب و غریب شد. انتخابات شروع شده بود و امیرعلی با شعار امنیت عدالت برای فیکر رفت تمام تلاشش رو میکرد که رأی بیاره. تمام بچه‌ها هم پشت سرش بودن، ولی من اون پشت مشتا تلاشم رو میکردم که بازم اسرائیل در بیاد و اسرائیل برنده این داستان بشه. حالا وقت اسرائیل بود و اسرائیل به میدون اومد تا خودشو نشون بده برای بچه‌های SMP. قبلش من خیلی ازش
تعریف کرده بودم و از کارهای خیرش میگفتم، اونم سعی میکرد همینجوری خودی نشون بده به بچه ها و خودشو بین بچه ها بزرگ کنه. و بچه ها شروع کردن و به اسرائیل تخم مرغ پرت میکردن و هیچ کس اسرائیل رو نمیخواست دیگه. و گفتم که باید توی آرا دستکاری ایجاد کنم و ریا رو زوری بکشم به طرف اسرائیل. نتایج آرا رو برای بچه های SMP آوردم و کامل دستکاریشون کردم و زمانی که من اینو اعلام کردم هیچ کس اونجوری که باید قبول نکرد و اتفاقی که افتاد توی روز 80 این بود که همه شروع به شورش کردن و همینجوری با شورش اعتراض خودشون رو به این آرا اعلام کردن و منم هیچ رایی به جز قبول کردن این داستان نداشتم و تصمیم گرفتم با تمام سختی‌هایی که کشیدم برنده این انتخابات رو امیرعلی اعلام کنم. من از این نتیجه خیلی ناراضی بودم. تصمیم گرفتم که یه خونه دور از بچه‌ها بسازم و دیگه به این داستان ادامه ندم و خودم رو وارد این ماجراها نکنم. تصمیم گرفتم که من کار خودم رو بکنم و چیزی برام مهم نباشه و من به کار غیرقانونی که مد نظرمه ادامه بدم و هیچ کاری به غیر از اون نکنم. توی اون ناامیدی توی یه شب خیلی سرد دیدم امیرعلی اومد در خونه منو زد. یعنی کی؟ یعنی رئیس جمهور جدید کل این SMP. بعد از اون امیرعلی بهم گفت که هیچ مشکلی نداره این داستانت و تو میتونی به کار غیرقانونیت ادامه بدی و من میدونم که تو میخوای انچنتایی رو غیرقانونی کنی و خودت فقط داشته باشی. منم ازش تشکر کردم و گفتم که اگه میدونستم اینجوریه اصلا میگفتم که خودت رئیس جمهور بشی. رفته بودم وودلند و وسایلی رو داشتم که میخواستم اونا رو بیارم به خونه جدیدم و دیگه این انبار مال من نبود. هیچ تعلقی نسبت به این انبار نداشتم و همه چیزم از دست داده بودم. فقط 7 توتم برام مونده بود و رفتم اون توتما رو وردارم تا یه زندگی جدید و برای خودم شروع کنم و از همه جلو بیفتم. منتها زمانی که چست رو باز کردم هیچ چیزی توی چست نبود و کامل خالی بود. عصبانیت عجیبی منو گرفته بود. هیچ مدرکی و هیچ شکی نداشتم برای اینکه شاید فلانی توتمای منو دزدیده. از اونجایی که روی استریم بودم و خیلی از بچه‌ها داشتن بهم میگفتن که فلانی یا همون پاروکس کسی بوده که تمام وسایل تو رو دزدیده و توتمای تو رو دزدیده، تصمیم گرفتم توی یه شب خیلی سرد برم و پاروکس رو بکشم و دومین جون SMPشو بگیرم، برای اینکه اگه یه بار دیگه آیتمو بدزده سومین جونش هم بگیرم و از SMP کاملا حذف بشه. سمت خونه پاروکس رفتم. یه آهنگ هندی خیلی خفن توی استریم پلی شده بود که من حسی رو میداد که باید پاروکس رو بکشم. به پاروکس حمله کردم و اونو کشتم ولی هیچ توتمی رو پیدا نکردم و هیچ چیزی دست من نبود و شک فقط در حد همین شک باقی موند و این فقط حرفای ویورایی بود که داشتن منو میدیدن، ولی من هنوز نمیدونستم که توتمای من میتونه کجا باشه. منم با خوشحالی داشتم فکر میکردم که دیگه حداقل اینه که دیگه هیچی ازم دزدیده نمیشه و پاروکس ترسیده. منتها توی یه روز خیلی معمولی اتفاقی افتاد و اسرائیل طرف من اومد. اومد بهم گفت که پیکیم، تو بهم گفته بودی که انبار رو کامل خالی کنم تا زمانی که همه چیز اوکی بشه و کسی ازمون دزدی نکنه. و یه دفعه توتماشو به هم داد و من یه لحظه جا خوردم. گفتم که پاروکسم که پشت در بود و داشت همه چیزو گوش میداد با دل پر داشت فقط به هم میگفت که اینو به شهردار میگم و تو رو یه کاریت میکنم و خلاصه داشت فقط تهدیدم میکرد تو این SMP و منم واقعا هیچ چیزی برای این دفاع نداشتم و توتمارو گرفتم و گذاشتم تو چست و به پاروکس گفتم پاروکس بیا داخل که میخوام باهات صحبت کنم و اسرائیلو فقط دوست داشتم بکشمش همون ثانیه. توتما رو سریع گذاشتم تا اینکه کسی نفهمه، هیچ چیزی از من خبردار نشه. اگه شهردار میفهمید میگفت که تو کامل بدون دلیل اونو کشتی و هیچ حقی نداری. پاروکس اومد داخل و بهش پیشنهاد دادم که همیشه دیگه حواسم بهت هست و توی این عالم همسایگی حواسو دارم و یه دونه توتم گفت میخوام و اون توتمو بهش دادم تا کامل مشکل برطرف بشه. این بود از 100 روز ما توی SMP یا همون هاردکور، چرا که اگه 3 بار میمردیم دیگه به هیچ عنوان نمیتونستیم به این SMP برگردیم و خیلی از بچه ها جوناشون هم از دست داده بودن تو این راه، ولی پاروکس دیگه ته خط همه بود. و این فقط 100 روز داستان بود بچه ها. اگه از این ویدیو خوشتون اومد بگید من تا زمانی که برسیم به روز 1000 تا روز 1000مش هم براتون بذارم، تا اگه دوست داشتید این SMP رو در جریان باشید.
دمتون گرم، لایک و کامنت و سابسکرایب و اینجور داستان ها هم فراموش نشه. مرسی پیکیمم و اینجا پیکرفته.